به نام خداوند بزرگ و خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز یک شنبه 6 اکتبر 1397 خورشیدی است که مصادف می شود و 28 اکتبر 2008 میلادی. نخست سرخط چند خبر مهم. کوچه اجباری بیش از 400 فامیل در ولسوالی خما و سوی طالبان. کشته شدن 29 تن از مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور. و در اخیر هم کشته شدن 11 تن در آمریکا. مشروع خبرها با من محمود رسولی. بیش از 400 فامیل از سوی طالبان از ولسوالی خما به ولایت جوزجان به شکل اجباری کوچ داده شدند. این خانواده ها که در شهر شبرغان و مزار شریف جابجا شدند در وضعیت بد زندگی قرار دارند. آنها میگویند که طالبان بعد از تصرف بخشهایی از این ولسوالی خانه و دکانهای آنها را به آتش کشیدند. بیش از 400 فامیل در ولسوالی خما به ولایت جوزجان از سوی طالبان به شکل اجباری کوچ داده شدند. انجنیر احمد فلسوال ولسوالی خما به ولایت جوزجان میگوید در حدود 400 فامیل از سوی طالبان به شکل اجباری از این ولسوالی کوچ داده شدند که این فامیل ها به شهر شبرغان، مزار شریف و انخوی رفتند. او اضافه کرد وضعیت زندگی کسانی که در دوایر دولتی کار میکند در این ولسوالی بسیار دشوار است. در حدود 300-400 فامیل بعد از جنگ ها طرف شبرغان، انخی و مزار شریف مهاجرت کردن و زندگی مردم ما نهایت مشکل است. کسایی که سرباز بودن یا مثلا در نیروهای دولتی قرار داشتن کلن از ولسوالی مزدور کوچانده شدن. در همین حال کمال دین یاور عامر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان با تایید این خبر میگوید مخالفین به عموم نمیخواهند که یک حکومت خوب داشته باشیم. او اضافه کرد که هیچ کس نمیتواند مانع کار کردن مردم در دوایر دولتی شود. تا جایی که ما از اطلاعات خود راپور به دست آوردیم مخالفین مسلح بالعموم نمیخواهد که یک حکومت سالم و ثابت داشته باشیم. از هر نگاه تلاش های خودم میکنم، اما شما شاهد عزیزین که نیروهای امنیتی تان با همه کوشش و نیازمندی های خود توانست تایی پلیسی میلی را به وجه احسنش پیش ببرد. تا کنون طالبان در رابطه بر کشت داده شدن اجباری مردم در ولسوالی خماب بر رسانه ها چیزی نگفتند. طی 24 ساعت گذشته 5 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی که از سوی نیروهای امنیتی در 8 ولایت کشور انجام شده است، 29 تن از مخالفین مسلح دولت کشته، 14 تن زخمی و 8 تن دیگرشان دستگیر شدند. همچنان در این عملیات دو باب مخفیگاه آنان نیز تخریب گردیده است. وزارت دفاع با پخش خبرنامه‌ای میگوید روز گذشته نیروهای امنیتی افغان 5 عملیات را در 8 ولایت کشور در برابر گروه‌های مخالف مسلح دولت راه اندازی نمودند. این درگیری‌ها که در ولایات بغلان، کندز، ننگرهار، زابل، پکتیکا، غزنی، کندهار و هلمند بوده، در نتیجه 29 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 14 تن دیگرشان زخم برداشته است. همچنان 8 تن از طالبان مسلح دستگیر، 4 باب مخفیگاه، 1 اراده موتر، 9 اراده موتر سایکل آنان توسط نیروهای امنیتی افغان تخریب گردیده است. یک تن به اتهام قتل مادراندرش توسط پلیس در ولایت فاریاب بازداشت شد. این فرد که میر احمد نام دارد باشنده قریه چرمگری می باشد. به اثر خشونت های خانوادگی مادراندرش را با ضرب چاقو به قتل رسانده و از ساحه فرار کرده بود که از سوی پلیس بازداشت شده و به جرم خویش اعتراف کرده است.
یک مرد به نام میرحمد که باشنده قریه چرمگری ناحیه اول شهر میمنه می باشد، روز گذشته به اثر خشونت های فامیلی مادراندرش که زهرا نام داشت را به ضربه چاقو به قتل رسانده و از ساحه فرار کرده است که از سوی پلیس حوزه اول بازداشت شده است. زهرا مادراندر او که 35 سال عمر داشت و حامله نیز بود به قتل رسیده. تحقیقاتی که از سوی پلیس انجام شده، مجرم به جرم خیش اعتراف کرده و دوسیه او به مرجع مربوطه ارسال شده است. این بود خبرهای داخلی این ساعت. خبرهای خارجی بعد از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. با خبرهای خارجی این ساعت خوش آمدید. در جریان حمله مسلحانه بر یک کنیسه یهودیان در نزدیکی شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا دست کم 11 نفر کشته شدند. ضارب دستگیر شده اما برای مداوا در شفاخانه بستری است. دونالد ترامپ این واقعه را محکوم کرده و با اشاره به قوانین حمله سلاح گفته، به نظر او اگر در داخل این کنیسه ماموران امنیتی مسلح حضور داشتند، واقعه طور دیگری رقم میخورد. مهاجم صبح روز شنبه یهودیانی که برای عبادت و مناسک روز سبابت در کنیسه تری او لایف یعنی درخت زندگی محله اسکونریل هیل در نزدیکی شهر پیتسبورگ گرده هم آمده بودند را مورد هدف قرار داد. بنابر گزارش ها مرد سفید پوستی که پلیس هویت او را رابرت باونرز معرفی کرده، با دو کلید کمری و یک تفنگ جنگی وارد کنیسه شده و حاضران را که در شلوغ‌ترین روز عبادت یهودیان دور هم جمع شده بودند را مورد حمله قرار داده است. کنیسه اسکونریل هیل یکی از پرجمعیت ترین محله های یهودی نشین در ایالات پنسیلوانیا است و به همین علت هم مراسم عبادت روزهای شنبه در کنیسه آن بسیار پر جمعیت برگزار می شود. بنابر گزارش ها مهاجم پس از تیراندازی در یکی از اتاقهای کنیسه سنگر می گیرد. نخستین گروه امدادگران و پلیس ساعت 10 صبح با وقت شرق امریکا به محل تیراندازی رسیده اند و آن طوری که وندل هیسریچ مدیر امنیت عمومی پیتسبورگ گفته، پلیس توانسته تیراندازی را بازداشت کند، اما او اکنون در بیمارستان تحت مداوا قرار دارد. آقای هیسریچ همچنین تایید کرده 6 نفر در جریان این تیراندازی زخمی شده اند که 4 نفر از آنها افسران پلیس بوده است. وزیر خارجه عمان اعلام کرده است که کشورش برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تکیه دارد. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان گفت که کشورش نقش میانجی را بین اسرائیل و فلسطین ندارد، اما با آنها ایده های میدهد تا خود بتوانند به توافق هایی برسند. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان گفت کشورش نقش میانجی را بین اسرائیل و فلسطین ندارد، اما با آنها ایده هایی میدهد تا خود بتوانند به توافق هایی برسند. اظهارات وزیر خارجه عمان یک روز پس از آن بیان شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسقط سفر کرد. کمی پیش از آن هم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با عمان رفته بود. یوسف بن علوی در نشست امنیتی در بحرین در حضور مقام های ارشد کشورهای دیگر از جمله آمریکا و عربستان گفت اسرائیل کشوری در منطقه است و ما هم این را می دانیم. شاید وقت آن رسیده باشد که با اسرائیل هم مثل بقیه کشورها رفتار شود و مثل بقیه کشورها بر رعایت الزاماتی ملزم شود. وزیر خارجه عمان گفت مسیر حل اختلافات موجود آسان نیست، اما پایان دادن به تنش و رسیدن به جهانی جدید اولویت سیاسی خارجی عمان است. او گفت عمان در این مسیر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تلاش‌های او برای رسیدن به توافق قرن تکیه دارد. عمان پیش از این نیز در موارد دیگر از جمله در ارتباط با بحران هسته‌ای ایران میانجیگری کرده است. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که متهمان قتل جمال خاشقچی در عربستان محاکمه خواهند شد. او این موضوع را یک روز پس از آن بیان کرد که ترکیه خواهان استرداد 18 متهم پرونده شد.
عربستان پس از فشار سنگین بین‌المللی پذیرفته است که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد با برنامه ریزی قبلی در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه کشته شده است. عربستان پس از فشار سنگین بین‌المللی پذیرفته است که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد با برنامه ریزی قبلی در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه کشته شده است. هرچند عربستان نیروهای خودسر را عامل قتل دانسته است. وزیر خارجه عربستان گفت در خصوص استرداد افراد شهروندان سعودی هستند. در عربستان سعودی بازداشت شدند و تحقیقات در عربستان انجام می شود. پس محاکمه آنها نیز در عربستان انجام خواهد شد. عادل جبیر همچنین گفت رسانه‌های غربی در پرونده جمال خاشقچی دچار هیستری شدند. در اخیر رسانه‌های جهان به نقل از منابع در ترکیه جزئیات بسیاری از قتل جمال خاشقچی در کنسولگری را فاش کردند. همچنین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به طرح وسیع در این زمینه در رسانه‌ها متهم شده و زیر سوال رفته است. وزیر خارجه عربستان گفت قتل جمال خاشقچی اشتباه بزرگی بوده، اما محمد بن سلمان از آن مطلع نبوده است. این بود خبرهای خارجی این ساعت. اینک شما را دعوت میکنیم که به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. این بود مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون بیک. بقیه برنامه های بیک را دنبال کنید.